در آمریکا دادستان کل ایالت اوهایو 5 شرکت دارویی را به فریب دادن پزشکان و ایجاد بحران اعتیاد به مسکن‌های تخدیری متهم کرده است. مارک دیواین دادستان کل اوهایو میگوید این شرکت‌ها با آگاهی کامل از خطر وابستگی به دارو، ریسک اعتیاد به داروهای مسکن را از پزشکان و مصرف کنندگان پنهان کردند. او در کیفرخواست خود میگوید شرکت‌های دارویی در صورت محکومیت میبایست علاوه بر هزینه درمانی معتادان سایر خسارت‌های وارد شده به بیماران و ایالت اوهایو را پرداخت کنند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا میگوید در سال 2015 بیش از 33,000 نفر جان خود را در اثر مسمومیت با مخدرها از دست دادند و مقام‌های ایالت اوهایو میگویند در سال گذشته برای 2,300,000 نفر یا 20% جمعیت اوهایو داروی مخدر تجویز شده است. وکیل شرکت داروی جانسون اند جانسون که یکی از این 5 کمپانی است اتهامات وارده را بی اساس خوانده و میگوید آنها آماده همکاری برای حل مضر اعتیاد هستند. همکارم دکتر شیده رضایی در اینجا در استودیو با ماست. شیده، ریسک اعتیاد داروهای تخدیری چقدره و راه پیشگیری از اعتیاد اونها چیه؟ ببین، کلن داروها و مواد مخدر به لحاظ شدت ایجاد وابستگی به 3 گروه تقسیم میشن: خفیف، متوسط و شدید. اما در مورد داروهای تخدیری و مسکنهایی که تجویز میشه به عنوان درمان، اینها جزو شدیدترین مخدرها هستن. این شدت ایجاد وابستگیشون بسیار بالاست و به سرعت فرد رو معتاد میکنن. البته تو همین گروه داروها با هم فرق میکنن. به طور مثال فنتانیل از همش قوی تره ایجاد وابستگیش و به تدریج داروهای دیگه ممکنه کمتر باشن. معروف ترین و شناخته شده ترین داروهای این گروه کدئین، مورفین، پتدین و بنزودیازپین ها یا دیازپام که استفاده میشه و ترامادول. و خیلی مهمه که ما بدونیم این داروها رو ما امروز خیلی راحت به عنوان دارو میپذیریم و مصرف میکنیم. سال 1961 هروئین چیزی شبیه همین داروها بود که کمپانی مرک وارد بازار کرد. دارو رو پزشکان نسخه مینوشتن و میدادن دست مریض. پس اینا با هم در ماهیت هیچ فرقی ندارن و آره، و چنانچه به عنوان دارو و درست مصرف بشن در یک دوره کوتاه نه فقط مناسبن بلکه ضرورین. ولی اگر از اون بگذره به سمت اعتیاد میره. ولی چیزی که شما پرسیدی قسمت بعدی سوالت این بود که راه پیشگیری اینها چیه؟ مسئله اینجاست که افراد با هم دیگه متفاوتن. نسبت و سنشون، جنسشون، دوز دارویی که مصرف میکنن، وزنشون و ژنتیکشون. آدم‌ها به لحاظ ژنتیکی آمادگی متفاوتی در مورد اعتیاد دارن. یک سری علائم داره اعتیاد به مسکن‌های تخدیری مثل هر اعتیاد دیگه‌ای. اولا اینکه پزشک باید متوجهش باشه. پزشک وقتی به یه نفر مخدر تجویز میکنه، باید به صورت مکرر ویزیتش کنه و این علامت ها رو درش ببینه و فقط هم برای دردهای حاد تجویزش کنه، نه برای دردهای مزمن، چون در اون صورت معتاد میشن. علائمی که خود آدم ها ممکنه متوجه بشن، دارو رو در شرایطی مصرف میکنن که درد ندارن، کلافه هستن دارو رو مصرف میکنن، تحریک پذیرن دارو رو مصرف میکنن، بعد از مدتی دچار بی اشتهایی میشن، یبوست میگیرن، خارش پیدا میکنن و این و تحریک. به این علائم اگه دیدن باید حتما فکر اعتیاد بکنن و برن دنبال درمان. حالا آیا هیچ مسکن مؤثری هست که این خطرات و عوارض رو نداشته باشه؟ در پژوهش بر روی یک گروه جدید از مسکن‌ها در مراحل آخر کارآزمایی بالینی و امیدوارن که در طی 1 تا 2 سال آینده وارد بازار بکنن، چون به طور معمول مسکن‌هایی که فعلا تو بازاره یا از دسته بروفن استامینوفن، بروفن انزایت ها هستن، ز دلتا آپا، یا از دسته مخدرها. اون دسته مثل بروفن استامینوفن رو محل درد اثر میکنن، مخدرها رو مغز اثر میکنن. منتها بین این دو محل درد و مغز یک رشته عصبی وجود داره که پیام درد رو منتقل میکنه. این داروی جدید روی اون انتقال پیام داره کار میکنه، رو وارد اندوزوم میشه و میخواد پیام درد رو مختل کنه. خب یه خورده فشردن به ما بگو که اگه کسی به این مخدرها معتاد شده باشه آیا راه درمانی داره؟ درجه اول پذیرفتن اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزیه. سلول‌های مغزی، مدارهای مغزی در اثر اعتیاد تو مراکز مشخصی دچار از تنظیم خارج میشن و به طور مدام علامتش اینه که از فرد میخوان که دارو رو بیشتر و بیشتر مصرف کنه. کسی نمیتونه فکر کنه که ارادش ضعیفه. شما نمیتونین کسی رو که اعتیاد پیدا کرده به صرف ضعیف بودن اراده متهم کنین
درمانش نکنید. باید حتما به پزشک مراجعه کنن. برای درمان اعتیاد داروهایی وجود داره، دارو رو میتونن مصرف کنن تحت نظر پزشک. نیاز به برنامه‌های بازتوانی و NA یا گروه‌های معتادین گمنام دارن. اینها بهترین درمان‌های شناخته شده اعتیادن. ممنونم از تو دکتر شیده رضایی.